الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى و وصحبه اجمعين و بعد بینندگان و شنوندگان نهایت گرامی خواهر برادر السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته عزیزا به سلسله برنامه فقه اسلامی امروز در رابطه با نمازهای رمضان یا قیام شبهای ماه مبارک رمضان یا نماز تراویح صحبت خود کردیم احکامی که در این رابطه وجود داره دخولش وقت عدایش چی وقت است آیا جماعت در درو چگونه است همچنان آیا ختم قرآن کریم در تراوی شرط هست یا نیست چهارم تعداد رکعات نماز تراوی چند است و اختلافی که در این رابطه وجود داره را ذکر میکنیم و در اخیر هم انشاءالله رأی راجع دقیق و درسته که در این زمینه وجود داره خلاف تعصبات و خلاف سمت انشالله با دلایلش بیان میکنیم اولی که عزیزا نماز تراوی فضیلت نهایت زیاده داره نماز تراوی در ماه مبارک رمضان برای مردها و زنها سنت معکد است و یکی از شاعر اسلام است و در این رابطه که سنت معکد است رسول الله علیه السلام تاکید کرده و اصحاب رسول الله تابین تب تابین جمهور و از صدر اسلام تا به حال انتقال داده و همه مؤمنین و مسلمین در مساجدشان این نماز بزرگ در ماه مبارک رمضان میخوانند. به خاطر رسول الله علیه و در رابطه با فضایلش می من قام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من زنبیه هر کس نمازهای ماه مبارک رمضان را خان تراوی ماه مبارک رمضان را خان و به اساس ایمانداری خان و با اساس به اساس کسب ثواب ای کار کرد الله متعال گناه های گذشته میبخشد الله گناه های صغیره ای که شخص انجام داده را الله محو میکنه و میبخشه پس نهایتا حدیث فضیلت و برتری نمازهای تراوی در ماه مبارک رمضان را بیان میکنه پیامبر نازنین علیه السلام سلام چند شب نماز تراویح را امرا با اصحابش یک جای ادا کردن و بعد از او ترکش کرد و ترکشان به خاطر ازی بود که مبادا بر بالای امتش واجب شد و می خاطر پیامبر علیه سلام دیگه ادامه نداد بنا حدیث که از آیشه صدیقه رضی الله تعالی ها رس میگه رسول الله علیه و سلام دو شب نماز تراوی را در مسجد همراه مردم خواند با مردم زیاد بود شب اول پیامبر علیه السلام نماز خوان تعداد مردم بود بعد از شب دوم که میخوانه تعداد مردم نهایتا زیاد می باشد اما شب سوم رسول الله علیه السلام بیرون نمی نماز خود را در داخل حجره و در داخل اتاق خود می خواند هر چقدر صحابه که در سن مسجد نشستن داخل مسجد نشستن در کوچه های مسجد نشستن هر چقدر سلفه میکنن هر چقدر اشاره میکنن که رسول الله علیه صلات و سلام خارج شد و برشان نماز بودن پیانبر بزرگوار علیه صلات و سلام این کار نکرد صبح که میشه رسول الله علیه صلات و سلام برشان بیان میکنه که این کار ما به این خاطر نکردم ترسید و مزی که بر بالای شما فرض نشد به این خاطر که بر بالای تان فرض نشد خارج نشدم و نامدم. خب نماز تراوی این همه فضیلت داره که رسول الله علیه و السلام با صحابه خود ادا کردند زنها ادا کردن، مردها ادایش کردند حالا جماعت در نماز تراوی در حدیث عایشه صدیقه متو که گفته شد دو شب رسول الله علیه و السلام نماز تراوی را با جمع کثیری از اصحاب خود علیه و با جماعت خواندند پس جماعت در نماز تراوی سنت است از ابوذر رضی الله تعالی عنه هم روایت شده که می فرمایم ما با پیامبر علیه صلات و سلام روزه گرفتیم تا هفت شب مانده از رمضان که رمضان خلاص شد پیامبر علیه صلات و سلام امرای ما میگه خارج نشد و مرای ما نماز نخوان اما تا یک سوم شب میگه پیامبر علیه صلات و سلام با ما قیام کرد شب چهارم بازم پیامبر علیه صلات و سلام میگه امرای ما نماز نخوان بعد از او پیامبر علیه و سلام شب پنجم باز آمد رسول الله علیه تا نیمه های صبح تا نیمه های شب نزدیک به صبح پیامبر علیه الصلاه با ما نماز را خوان میگه ما برش گفتیم که ای کاش پیامبر علیه هر شب همون همراه ما تا نزدیک های صبح نماز بخوان و ما نماز هم تو میخواد نمی پیامبر پیامبر علیه و سلم در جوابشان میفرمه "ان الرجل اذا قام مع الامام حتی ينصرف حسبت له بقیت ليلته". هرگاه یک انسان یک مرد همراه ملا امام همراه امام نماز میخواد قسمت از شب را قسمت دیگی از شب که باقی مانده الله مطال سوابش را بر از این شخص نوشته میکنه باز میگه که پیامبر علی و سلام شب ششم هم همراه ما نماز نخواندن ولی شب شش... هفتم ش... پیامبر سلام همراه ما نماز خواندن شب هفتم پامبر علی صلی میگه مردم همه جمع شده بودند و با پیامبر علی و سلام استاد شدن و به قدر پامبر علی صلی نماز طولانی خواند که نزدیک به سحر بود نزدیک به صبح بود این حدیث امام ابو داود رحمه الله در شماره 1375 ترمیزی در شماره 806 نسایی جلد 3 صفحه 202 و ابن ماجه در شماره 1327 روایتش کرده و حدیث صحیح است این زمان, زمان رسول الله علیه السلام این همه تا آلت وجود داشت تا زمان عمر رضی الله عنه که مردم تو گرو گرو قسم قسم تعداد در مسجد انفرادی نماز تراوی را می خواندن تعداد گروگکای خورد جمع می شدن نماز با جماعت می خواندن از زمان رسول الله زمان ابو بکر صدیق و قسمت از زمان حضرت و عمر رضی الله عنه به این قسم سپری شد وقتی که عمر رضی الله تعالی عنه به نقل حدیثی که اوروا ابن زبیر روایت میکنه از عایشه صدیقه ردی الله عنها می پیغمبر صلی الله علیه و سلام وقتی که وفات کرد مردم اینا تو پراگنده نماز می خاندن. در زمان ابوبکر صدیق امین مت در اوائل خلافت حضرت عمر رضی الله تعالی هم می قسم بود تا اینکه عمر رضی الله تعالی میگه مردم جمع کرد بر امامت یک شخص که اوبه ابن کعب بود او گفتو پیش نماز شو و مردم پشت سرش نماز را خواندن و اینی سنت گذاشتشت عبدالرحمن ابن عبدالقادر میفرمه که در رمضان امرای عمر رضی الله تعالی عنه به مسجد رفتیم دیدیم که مردم تعداد به صورت انفرادی نماز میخوانند گروه های دست دست جمع شدن نماز میخوانند و هر کس برای خودش نماز میخوان میگه عمر رضی الله تعالی حالت که دید پراگندگی را در جماعت دید می گفت بهتر است که اینها به یک امام به یک قاری اقتدا کنند و نماز پشت سر یکی بخوانند به خاطر میگن اوبی او ابن کعب پیش نماز ساخت و دیگر پشت سرش نماز تراویح را شروع کردند و خواند روز بعدی شب بعدی که می عمر رضی طالان هم میبینه که مردم به یک صف و امام است و پشت سر یک ملا امام اقتدا کردند و نماز می خوانند باز عمر میگه چه قدر زیباست و چه سنت نیکوی گذاشته شد باز میگه بدعت نیکوی بر جا گذاشته شد بس سر این نمی کنیم که آیا بدعت حسنه و سیعه داره بخاطر که جایش نیست اما بدعت حسنه نداره همه بدعت ها است حالا کل حال به می طریقه بود و نماز می خونن. یک موضوع که ذکر است و جای زیاد اختلاف در میان علیه علم است که تعداد رکعات نماز تراوی چقدر است؟ آیا تعداد رکعاتش یازده است؟ آیا 20 است؟ آیا سی و شش است؟ آیا چل و هفت است؟ در میان علیه اختلاف وجود دارد. بیشتر گفتیم که از پیامبر علیه الصلاة و در ماه مبارک رمضان غیر ماه مبارک رمضان 11 رکعت نماز می‌خواندند و زیادتر از 11 رکعت رسول الله نمیخواند یعنی پیامبر علیه الصلاة و رکعت نماز می‌فرماند که مخصوص خودش بود اما در شبهایی که رمضان بود تراویه را با اصحاب خود در مسجد میخوان تعداد رکعات نماز در روایت ها ذکر نشده و حدیث هم در تعیین تعداد رکعات هم نامده حدیثی که تعیین کنه چی معنا تعیین حدیثی که تعیین کنه که از این قدر رکعات در تراویه حق نداری زیادتر بخوانی و حق نداری کمتر بخوانی هیچ نه حدیث صحیح در این رابطه وجود نداره که ما بگیم اینما قدر منسوسی است پیامبر گفته اینما قدر بخوانین از این زیادتر و از این کمتر حق ندارین این ای چیز وجود نداره به می خاطر در میان علل است تعداد از علل علم می که 11 رکعت نماز خوانده میشه در رمضان دلایلشان الف دلیلی که پیامبر علیه الصلاه و السلام امیر خوانده بود پیامبر علیه الصلاه و السلام خودشان بر خودشان 11 رکعت برگزیده بود و می خاندن. دلیل دوم از صاحب ابن زید روایت است که عمر و ابی ابن کب و تمیم داری دستور داد که نماز تراوی را یازده رکت بر مردم بخوانند و در دستور برشان داد که سوره هایی را بخوانند که زیادتر از صد آیه است و زیادتر از صد آیه بالاتر از صد آیه را بخوانند و به میخاطر خاطر تلاوت ها قرات ها وقتی که زیاد بود صحابه می که ما تکیه می کردیم ما به ستونات تکیه می کردیم و نماز می خوانیم تا نزدیکی سحر ما میگه نماز می خوانیم و به اتمام می رسانیم در این دو است که پیامبر 11 رکعت 8 رکعت پیامبر تراوی خود را می خواندن 3 رکعت دیگه پیامبر علیه و السلام وتر خود را می خواندن دیدگاه دومی است که بدون وتر 20 رکعت نماز خوانده شود بدون وتر 20 رکعت نماز در ماه مبارک رمضان در شباش خوانده شد اکثر اهل علم از جمله سفیان ثوری عبدالله ابن مبارک امام شافی اصحاب امام بنیفع خود امام بنیفع رحمت و روایت از عمر رضی الله تعالی و علی و سایر اصحاب رسول الله علیه و به می باور بودن که نماز تراویح در ماه مبارک رمضان 20 رکعت خوانده میشه بدون از وتر بدون از وتر دلایل هم ذکر میکنن دلیل اولشان هم روایت ثابت ز... ابن یزید است که میگه عمر مردم به امامت اوبی ابن کعب و تمیم داری جمع کرد تا نماز برشان 20 رکعت بخواند و میگه اوبای ابن کب و یا تمیم داری نماز 21 رکات خواند که 20 رکاتش نماز ترابی و یک رکاتش هم نماز وتر بوده خواندن کاسانی هم رحمه الله می که عمر رضی الله مردم را به امامت اوبای ابن کب در مسجد جمع کرد و به ایشان گفت که نماز ترابی را 20 رکات بخوانند 20 رکات بخواند باز خود کاسانی رحمه الله می که هیچ کس هیچ صحابه همراهش مخالفت هم نکرد ایر بود بیس قول دیگه وجود داره از امام مالک رحمه الله که میفرمه سی و نو رکعت با وتر خوانده میشه سی و نو با نماز وتر در ماه مبارک رمضان تراوی خوانده میشه امام مالک به میره است میگه که این امر قدیمی و معمول در نزد کسایی که در مدینه منوره زندگی می کردن وجود داشت و عمل اهل مدینه همی بود اول اهل مدینه در نزد امام مالک حجت است بعد از این عدله عربی که وجود داره پنجمی ادله در نزد امام مالک رحمه الله عمل اهل مدینه است هر گاه اهل مدینه به یک کار عمل کرده باشه اما مالک رو حجت میدانه به می خاطر میگه که مردم مدینه در زمان عمر ابن عبدالعزیز و همچنان در زمان ابان ابن عثمان میگه دیدیم که نماز تراویره سی و شش رکات میخوندن و سی رکات دگیش وطر میخوندن سی و شش با سی سی و رکات نماز را میخوندن دیدگاه چهارمی وجود داره که چهل و چهل رکات نماز تراوی را با هفت رکت نماز وتر خواندند حسن ابن ابی الله میگه عبدالرحمن ابن اسود در ماه مبارک رمضان نماز تراوی را برای ما چهل رکت با هفت رکت نماز وتر برگزار کرد صحیح سعیه ابن بی شیبه در مصنف خود جلد دو صفحه 393 روایتش کرد. امام احمد ابن حنبل رحمه الله یکی از ائمه مذاهب چهارگانه میفرمایند که این بزرگوار خودشان در ماه مبارک رمضان نماز بیشمار می‌خوان بدون اینکه ای شمارش کنه می‌خوان هر چند رکعتی که میتونستن می‌خوانند حالا گپ راجی کدام است کدام اینها صحیح است ببینن عزیزا حقیقت مطلب امو است که امام و شیخ الاسلام ابن تیمیه در مجموع الفتوا جلد 22 صفحه 272 و, و 273 ذکر میکنه میفرمایه که همه این موارد که ذکر شد بدون اشکال است هیچ نوع اشکال در او نیست هر کس میخواد 11 رکعت بخونه هر کس میخواد 20 رکعت بخونه هر کس میخواد 39 رکعت بخونه هر کس میخواد 47 رکعت بخونه هیچ نوع اشکال وجود ندارد چرا؟ به می خاطر میگه که وضعیت نمازگزار دیده شد اگر نمازگزار با تیب نفس با شادابی که دارم میتونست نماز زیادتر بخونه زیاد بخونه میفرمایه که بر درکات رکات یا در رکات درکات رکات اضافه بسازه 20 رکات بخونه اگر دید که نخیر برش مشقت است تکلیف زا است بازم یا 11 رکات خود را بخونه خودش هم که ببینن حدد 20 حد اوسط است در بین چلو در بین یازده یا در بین هشت اوسط است بهتر هم که میگه اوسط گرفته شود. و هم گفتم بهتر بودنش تعلق به نماز خان داره اگر یک انسان نماز میخوانه میبینه که شادابی خوشو خدو عاجزی زیبایی نمازش در 11 رکعت 11 رکعت بخونه و یکی که توانمندی داره مثل امام احمد بن حنبل رحم الله بخونه هر چقدر که میخونه هر قدری که میخوانه چرا؟ به خاطر که تعیینش از طرف رسول الله علیه صلات و السلام نشده که این قدر بخوانین از او زیادتر یا کمتر خواندنش درست نباشه هر کس میتونه به هر اندازه که توانمندیش داره به این نصوصی که وجود داره بخونه حتی امام میفرماید که شیخ خالستان اگر یک میگه 40 رکعت میتونه خونده باند بخونه هیچ نو اشکال دری نیست و ایراد هم میگه نمیتونیم برای بالای افراد بگیریم چرا خود امام احمد ابن حنبل صاحب یکی از مذاهب چارگانه خودش میگه که کسی که هر چقدر نماز میخوانه صحت داره اشکال نداره و از رسول الله علیه و سلام تراویه هم که ذکر شده در او کمی و زیادی نیست ای که میگن یازده میفرمایی که یازده مخصوص خود رسول الله علیه و سلام بوده خودش از رکعت برای خود میخواند. اما هر که با جماعت میامد پیام علیه رسول تو سر بزیاد و حد معینم تعیین نشده حد هم تعیین نشده که پیانبرد با مو صحابه که نماز جماعت دو شب ادا کرد که آیشه سیدی قرارت روایت روایتش چند رکعت خواند هر قدر که دلشان شده پیانبر علیه صلی اللہ خواندن بنا به این دلیل ببینین عزیزا برادران سلفی ما ببینین دریج روایت ها وجود داشت مذاهب در اینجا رایشان بود در خود مکه معظمه بیس رکات خوانده میشه شیخ الاسلام نظرش ای است امام احمد ابن حنبل نظرش ای است خودشان و کرات زیاد نماز میخوان پس درست نیست که نوزب الله به خاطر از این جنجال شرمشور در بین مسلمان ها بیندازه هر قدر هر کس که تانست خانده بانین بخوانه اشکال بر بالاش و با برادرای مذهب ما بانیفر اینها هم اگر یک کسی را دیدن که 8 رکات میخوانه یا 11 رکات رکات میخوانه اعتراض نکنن نصوص وجود داره دلایل وجود داره در این باب توسع است و است بگذارین هر چند رکات که خان اختلاف نکنین که اختلاف امت تکه و برباد کرد خب موضوع دیگه در بین هر چهار رکت نماز تراوی که خوانده میشه استراحت باید شد این استراحت کردن در بین هر چهار رکعت علما میدانند که این سنت است باید کار انجام شود و فقها اجماع دارند به اینکه در بین هر چهار رکعت باید نشسته شود مقدار استراحت صورت بگیرم چرا علماء صلاف به خاطر که علمای سلف و خلف به عمل کردن و از رسول الله علیه و السلام هم روایت عایشه صدیقه رضی الله عنها در توصیف نماز رسول الله میگه می که پیامبر چهار رکعت نماز میخوان پرسان نکو از زیبایی های نماز رسول الله از قیام و قراتش که چقدر زیبا بود باز میگه پیامبر علیه صلی به کار مصروف میشد باز دوباره میامه چهار رکت دیگر هم میخوند باز میگه پرسان نکو که چقدر رسول الله زیبا نماز میخوند پس در بین چهار رکت نشستن کار خوب و سنت است. آیا لازم است که ما در نماز تراوی قرآن کریم ختم کنیم؟ یعنی در وقتی که ما قرات میایم به نماز تراوی مکمل قرآن کریم باید ختم شوه این لازمی است آیا این سنت است در برای قرات قرآن در تراوی حد و مرز مشخص نشده و رسول الله علیه الصلاۃ والسلام که نماز خواندن و ابن کعب تمیم داری و معرض نوتلون وقتی که عمر کردن در اونجا بود شرط نیست که باید قرآن کریم مکمل در ختم شود بلکه برمیگرده به احوال مردم اگر مردم توانمندیش داشتن تحملش داشتن میتونستند که قرآن کریم در ماه مبارک رمضان پشت سر یک قاری دو قاری سه قاری قرآن کریم ختم کنن برن کار خوب است قرآن کریم ختم شود اما اگر دید موجب اذیتشان میشه بیزاری نمازگزارا میشه و خسته ایشان به کاروارشان نمیرسه باز بهترمی است که ختم صورت نگیره اما در نزد مذهب ما بنی علیه و هم ها ختم قرآن کریم در ماه مبارک رمضان مستحب است دقیقش این مستحب است ختمش مستحب است که همه مردم یک جا در تراوی باشند و نماز را ادا کنند موضوع دیگه ای که وجود داره او ای است که ای که نمازگزارا تا آخر همراه ملا امام در نماز تراوی باید باشند اگر در تراوی نبودند باز ثوابی که در قیام لیل است برشان نمیرسه این به خاطر میگم تعداد از برادران سلفی ما وقتی که نماز عشرکات خواندن سلام دارن میتن میرن این درست نیست و فضیلت برتری که در قیام اللیل رسول الله علیه الصلاۃ سلام ذکر کرده برش نمیرسید من نمیگم میره می پیامبر علیه الصلاۃ سلام میفرمه می پیامبر میفرمه من قام مع امام هر کس که شروع کرد نماز را همراه امام حتی ین صرفه تا زمانی که امام از نماز منصرف شود امام نماز را ختم کنه همراهش میباشه کتب له قیام لیلتن برش نوشته میشه قیام شب ثوابی که در قیام شب وجود داره را الله مطال برش نشته میکنه پس اگر کسی که در نیم نماز اش رکات خان سلام دور داد دوازده رکات خان دور خورد رفت ثوابی که در قیام لیل وجود داره را الله مطال بر از اون نمیته موضوع دیگه که وجود داره عزیزایی است که کسایی که قرائت قرآن کریم میکنن قرای عزیز ما که نماز تراویح را در مساجد میتن در مقابل خواندن از پول نگیرن اگر در مقابلش پول گرفتن و تعیین کردن پولش که من اینقدر قدر برتان میایم نماز تراویه را میتون نماز تراویشون نمیشه نصوص سریح مادری رابطه داره مقوال فقه ها در رابطه وجود داره که نمازش درست نمیشه چنانچه که کاسانی و همچنان در فتح قدیر ذکر میکنن ابن همام در اوجه ذکر, ذکر میکنن در کتابایی است که میگره اگر اگر, اگر اگر انسان نماز تراوی را و هر نماز دیگه را در بدل پول تعیین شده نماز داد نمازشون نمیشه پس درست نیست دوم چیز وقتی که قرائت میکنن قسم قرائت کنن که هم خودشان بفهمند درک کنند معنای آیات را تفکر در رابطه کنن و کسایی هم که میشنون اونها هم بشنون بدانن که قرآن کریم خوانده میشه متاسفانه ختمایی که در افغانستان صورت میگیره در بعضی از مساجد نشان تا فضل خداوند در این وقتها خوب شده یک قاری صاحب سه تا ختم در سه مسجد داشت یک ختم در یک مسجد در ده شب انجام میتا دیگه شد در دیگه مسجد در ده شب دیگه شد در دیگه مسجد نو شب هشت شب بس چنان میخوان که فقط ابتدای قراعت هم خودش میفهمه هم مقتدی میفهمه این وسط قراعت فقط خودش میفهمه مقتدیت نمیفهمه که چی خوانده رئیس روان است آخرش نه خودش میفهمه نه م... کس که میشنوه خوانده رئیس فقط خوانده میره دیگه این چی مبرای زبانشه؟ زبانش فهمیدن حالا که مذهب ما بنی فرح الله علیه مجموع رسائل عبدالحی لکنوی رحمه الله در ذکر است اگر انسان نماز را تیز بخونه به قصد از اینکه زود خلاص و نمازش درست نیست مکروه تحریمی است خدا به زحمت به جای انداخت و تو گفتیم پیامبر علیه الصلاه و گفت یک انسان 60 سال نماز خواند را الله نمازش هیچ قبول نکردن پرسان چرا یا رسول الله گفت یا رکوی صحیح بوده سجده صحیح نبود یا سجده صحیح بوده قیام صحیح نبود یا قیام صحیح بودم سجده صحیح نبود قرات صحیح نبود به خاطر هر چی که خواند هیچ شده. در مسجد ابو هریره رضی الله تعالی عنه نشسته یک شخص می نماز می خونه ابو هریره چشمش متوجه از که چی میکنه میبینه که از مسجد خارج میشه خلاص میشه نمازش باز به با صحابه که در او جاست برش میگه که اگری بمره بر دین محمد نمیبره نمازش درست نیست قراتش رکوش، سجدهش درست است اینو باید مد نظر بگیریم خوشو و خدا عاجزی در نماز باید باشه باید بفهمیم که ملا امام چی میخوانه باید بفهمیم که تو چی میخوانی ما بفهمیم تفکر در رابطه کنیم فکر کنیم و از کلام الله مطال لذت ببریم و با این خاطر نبیاییم نبیاییم که فقط ختم شود هیچ چیز نمیفهمیم تو خونده بر ماید نیفهم تو چی میگی درست نیست؟ از نگاه دینی مکروی تحریمی است بنا به مذهب امام ابو حنیفه الله علیه عزیزایی بود احکامی که در رابطه با نماز وتر نماز تراوی با نماز وتر و همچنان نماز تراوی در ماه مبارک رمضان حضور شما پیشکش کردیم برنامه بعدی ما شاء الله در رابطه با نماز چاشتگاه یا نماز دوحه هست انشالله به اون موضوعات میپردازیم احکامی که داره را حضور شما تقدیم خواد کردیم تا برنامه بعد و دیدار بعد خداوند یار و مددگارتو